نگاشتند نگین کویر، مرواریدی درخشان که شبهای کویر را نورافشانی می کند. سیاهی کویر را می شکافد و روح زندگی را در پس پرده های تو در توی خشت های خشک نمایان می سازد. نه آبی دارد، نه سبزی و نه رودی روان، و این همه زیبایی. آفرین بر جادوی آفتاب و تابش نور خیره کنندش بر فرش خاک. چه جذبه‌ای دارد خاک این سرزمین که هماره انسان حیرت زده وا میماند در سرزمین آفتاب و می ستاید آفریننده این همه سادگی را. یزدان پرمهر را که نامش بر سینه فراخ کویر ماندگار شد و بلاد ستایش و نیایش را در سه حرف جاودان کرد: یزد. شهری بازمانده از تاریخ، شهر سرو سایه‌دار و کهنسال ابرکو که تمثیلی از ایران سربلند و استوار است. چه زیباست گلهای اسلیمی فیروزه‌ای و شاه عباسی، چنان که گویی عاشقان دست در گردن یکدیگر دارند. یادگارهای گویا از تاریخ این سرزمین که نشان می‌دهد فرهنگ و تمدن پربار عروس کویر را.
استوار و ستبر، سرسبز و ستور، در امان از باد پاییز و سوز زمستان، در زمین زنگار بسته کویر، یادگار دوران دور دور، تمثیلی از زندگی، جاودانگی، بیرقی، سرو 4000 ساله ابرکو، شهر شجره، درختی سبز در کویر خاکی، اغراق زمانه، یکی از عجایب دوران، بلندترین، پاینده ترین و اثری از عصر آفرینش. همینجا میمانیم، در همین صفحه از کتاب آفرینش، در کنار درخت نو. مردم ابرکوه را این باور است که سرو یکی از 12 درختی است که در روزگاران پیشین پرستیده می شد. در کتب تاریخی آمده که در عهد گذشته پیامبری مبعوث شد و مردم را از این کار باز داشت. اما برخی دیگر اظهار می کنند که ایرانیان یکتا پرست بودند و همواره درخت را یکی از نعمات الهی دانستند. در بعضی دیگر از روایات تاریخی کاشت این سرو را به زرتشت و برخی دیگر به پسر نو منسوب دانستند. سرو ابرکوه را با عمری بیش از 4000 سال یکی از پیرترین موجودات زنده زمین می داند. این درخت مشهور که هنوز نیز سرسبز و باصلابت است، با ارتفاع 28 متر در مرکز این شهر خودنمایی می کند و نمادی است از ایران. غیر قابل باورترین، می توان درک کرد که کویر این گونه پرورانیده درختی را سبز سبز و این درخت پاینده مانده همراه و همسفر با زمین. خشتی ترین رؤیای خاک ایران یزد. Thank you.
بر فراز آسمان شدم تا ابرکوه را از اوج بنگرم. اما ابرکوه همچنان در اوج است. باز هم ابهت و جلال این اثر مجذوب کننده است. اثری ساخته دست انسانهای متعالی با ذهنی فراسوی عصرشان بر اعلاترین نقطه زمین، ایران، سرکشیده بر آفتاب، ارزندام کننده بر خاک، خاک ایساتیس. گنبد عالی، اثری تاریخی به جای مانده از دوره سلجوقی، یکی از نفیس‌ترین های هنر معماری ایران. هرچه هست خیره کننده است و تحسین برانگیز. گنبد عالی را اینچنین بر خاک ایران حک کردند، از سنگ و هشت ضلعی ها بر روی کرسی مربع. شکل گنبد در قسمت سقف چون عرقچین است، زیباست. بنا را چون پیرمردی تصور کن که با عرقچینش زیر آفتاب نشسته و شاید شعر ایران می سراید. در این بنا سه ردیف مقرنس زیر پایه گنبد به چشم می خورد. امیر شمس الدوله بن علی هزار اسب از خاندان دیلمیان و مادرش مدفون در این مکان هستند و بنای گنبد عالی بدین سبب به دستور فرزندش فیروزان روی مقبره بنا شد. میراث تاریخ پنهان در درون خاک و نهان از سوز و گداز آفتاب. گنجینه با ارزش کبیر که می خروشد از سینه گرم و جوشان زمین. زمین ایران، گستری مهر و برکت، و خنک می کند جان آتش زده و تن ترک خورده این دیار را. طولانی ترین رشته قنات های ایران را لطف خدا و همت والای مردمش به این دیار ارزانی داشته است. سرزمینی که آسمانش نمی بارد اما در زیر زمینش زندگی در جریان است. حال نگاهت را از آبی بیکرانه آسمان برگیر و بشنو صدای پای آب را از زیر زمین. در نهایت پنهان در دل خلوارها خاک ایران زمین. در حال حاضر در ایران حدود 40,000 رشته قنات به طول 272,000 کیلومتر وجود دارد که 3,141 رشته آن در استان یزد جریان دارد.
بناهای ایرانی در جای جای ایران بزرگ به مثابه سمبول‌های هنر ایرانی سر برافراشتند. از نقطه نظر معماری هنگامی بنا زیباست که از لحاظ ایستایی نیز نمایانگر باشد استواریش را. در عهد قاجار سید حسین ابرقویی خانه‌ای بنا نهاد که امروز به منزل آقازاده معروف است. زیر سقف مقرنس‌های گچی به شکل قندیل تزئین شده و مجاور آن عمارت کلاهفرنگی واقع که با گچبری‌های ظریف آراسته شده است. معماری شعر تجسمی ایرانیان بوده که هر دو هنر در متعالی‌ترین گونه‌اش نزد ایرانیان به جای مانده است و بس. بنایی راست قامت و زیبا، تمثیلی از دیگر بناهای زیبای یزد، نشان دهنده ذوقی و شوری دیگر در معماری اصیل ایرانی که البته با معماری اسلامی هم در بسیاری موارد درآمیخته است. این خانه همچون دیگر خانه‌های کویر حیاتی مرکزی دارد و عمارت آن در سه جبهه به منظور استفاده در فصول مختلف بنا شده است. در یک جبهه تالار، پنجدری، خیشخان و بادگیر و در جبهه دیگر اتاقهای سدری و پنجدری مجاور کوچه. نگه کن به دین گنبد تیزگرد، نگه کن به دین گنبد تیزگرد، در ما مزوی است که در ما Oh.
از نقاط درخشان معماری خانه آقازاده بادگیر دو طبقه این بناست که در نوع خود بی نظیر است. این بادگیر رفیع در دهانش 19 دریچه تنظیم هوا دارد که با بادگیر دومی هماهنگ و مرتبط است. ساختمان بنا شد از خشت و گل و آجر. حیاط مفروش است به قلوه سنگ. حوض سنگی میان حیاط خانه و خصوصاً تالارش را تراوتی خاص بخشیده است. به نام خداوند خورشید و ماه، که دل را به نامش خرد داد را، خداوند بهرام و ناهید و مه، خداوند این برکشیده سپه، پناه گوان پشت ایرانیان، فروزنده اختر کاویان، ز کوشش مکن هیچ سستی بکن، بگیتی جزو نیز پروردگار، شدیران بکردار خورم بهش، همه خاک او انبر و زر خش، بزرگی او چون نهان من است، جهان خانمش چون جهان زاران، فدای تو با خرد زافرینش، ردای تو با رهایی نیابم سرانجام از این، خوشا باد نوشین ایران زمین، کنون این همه داستان من است، گل و نرگس و بوستان من است، درود جهان آفرین بر تو باد، خم چرخ گردان زمین بر تو باد، پذیرفتم از دادگر داورم، که هرگز پیمان تو نگذرم،
که هرگز پیمان تو نگذرد. چو خورشید از پرده بالا گرفت، جهان از سرا تا ثریا گرفت، زمین چون بهشتی شد آراسته، ز داد و ز بخشش پر از خواسته. چو گویی به سوگند پیمان کنم که هرگز وفای تو را نشکنم، پذیرفتم از دادگر داورم که هرگز پیمان تو نگذرم. سرانجام از این خوشا باد نوشین ایران زمین، خوشا باد نوشین ایران زمین، خوشا خوشا خوشا. کوشش مکن هیچ سستی بکار، بگی تی جزونیز پرورد